سلام، من شایان هستم. بله، من مسلمان زاده هستم، خانواده مسلمان دارم که حتی اسمم تو شناسنامه محمد گذاشتم برای کارم. خانواده من خانواده سنتی و مقرراتی بود که توی سری قوانین شما رو میذارن و من ملزم به اجباراً باید رعایت کنین اونها رو. خانواده من مثلا برای من نماز خوندن رو 100% ملزم میکردن، یعنی باید نماز میخوندم ولی جواب نمیگرفتم تو اون زمانی که مسلمان بودم. این بود که اعتقاداتم کلن از مسلمانی برگشته بود. خدا رو قبول داشتم ولی راه همو میدونستم راه هم راه درستی نیست. آخرهای زمان خدمت سربازی بود که مرخصی پایان دوره بودم، برای تعطیلی اومده بودم بیرون که رفتم باشگاه سوارکاری با دوستان واسه اون تعطیلاتی که داشتیم. یه اتفاقی برای من افتاد که از روی اسب افتادم زمین. اسبای پرشم یه سری اسبای خیلی بزرگ هستن، هم وزنشون هم قدشون خیلی و بقیه اصلا فرق میکنه، بلندتر و قویتر هستن. از بر روی پام رد شد، از روی زانوم رد شد، درستش رو بگم که زانوم کلن خورد شد. اون موقع خیلی درد داشتم، دکتر رفتیم عکسای زانوم رو انداختن و گفتن که باید یه چیز مصنوعی جاش بذاریم، اون به حالت طبیعیش دوباره بر نمیگرده. یکی از دوستانم بودن که تو اون زمان این مسیحی بود، یعنی از مسلمان هایی بودن که به مسیحیت ایمان آورده بودن، فارسی زبان بودن. این به من گفت که میخوای یه چیزی رو تجربه کنی؟ میدونست که من فقط به خدا اعتقاد دارم و پیامبرا و چیزایی که مسلمان ها اعتقاد دارن و من اعتقادی بهشون ندارم، چون ارتباطی باشون نمیتونم بگیرم. این دوستان منو دعوت کرد به یه کلیسا که داخل تهران بود، کلیسای آشوری زبان بود که فارسی زبان اصلا نمی گرفت، ولی این دوست ما چون عضو بودن تونستن منو ببرن داخل اون کلیسا. به داخل کلیسا که رسیدیم، به دوستمون، به اون کشیش کلیسا گفت که این دوست من بین مشکل براشون پیش اومده، احتیاج به شفا داره، ایمان دارم نیست. من زیاد باور نداشتم که این تو چیزی به واقعیت قرار تبدیل بشه. من پیش خودم گفتم اینم مثل بقیه چیزایی که تاله شنیدم، اینم یکی از همونا، باش مشکل نداره. تا اینکه برام دعا خوند و اون موقع هم هیچ احساس نکردم. وقتی رسیدم خونه، شب که خوابیدم، توی خواب بودم، یه گرمایی رو تو وجودم احساس کردم، یه حسی داشتم که تاله تجربه نکرده بودم. صبح پا شدم از خواب، دیدم زانوم کاملا خوب شده. من خودم کلن تعجب کرده بودم که اصلا این تو چیز امکان نداره، فقط یه معجزه میتونه این کار انجام بده توی زندگی انسان. این بود که با قدرت شفای خداوند عیسی مسیح من شفا گرفتم و ایمان آوردم. اول که خانوادم نمیدونستن، از طریق دوستانم، دوستام که فهمیدن، دوستانم خیلی ترد شدن از من، دور شدن از من، با خانواده به مشکل خوردم. یه سری مشکلات برام پیش اومد که یه اتفاقایی تو زندگیم افتاد، زندگی شخصیم، که حتی تو خونه خودم نمیتونستم برم. این مشکلات همه روی هم اومد که من کلن به خاطر حوادثی که برام اتفاق افتاد مجبور شدم از ایران بزنم بیرون. چند وقتی بود که تازه وارد این شهر شده بودم، از طریق همین سازمان ملل که شهر برامون تنگ کرده بودن و به ما هم گفتن که باید بریم یالوا، این شهری بود که ما در اونش زندگی میکردیم، حالا انداختنمون تو این شهر. یه خونه من مشترک با یکی از دوستان گرفتم که همخونه شدیم با هم. این دوستان بعد این وقت، بعد این چند روزی که اومد، بعد 3-4 روز شد که یه پسری دیگه باهاش اومد. گفتم صابخونه به خونه رو به 2 نفر داده، فردا ما مشکل می‌خوریم. گفت نه، این پسر دایی منه که یه چند وقت پیش من مهمون، این با خانواده‌اش مشکل خورده،
بعد اینکه یه ذره بمونه اوکی بشه بعد من بهش میگم که بره. روز بعدش ما اینجا توی کیسه این شهری که عضو بودم یه حالت سمینار داشتیم، شرکت کردم توی این سمینار، از صبح تا شب اونجا بودیم، حتی شب هم اونجا خوابیدیم. روز بعدش که یک شنبه بود رفتیم کلیسا برای کلن جلسه حشر ربانی که داشتیم. بعد از ظهرش شد رسیدم خونه، نگام به سمت پایین سمت راست افتاد، دیدم دو تا پا از اون بغل زده بیرون از توی یه پتوی که پیچیده شده. من گفتم شاید میخوام منو بترسونن، کلن یه قضیه احتمالا میخوام منو بترسونن، شوخی دارم میکنن. صدا دادم دیدم جواب صدا نمیدم، دیگه همون سر جام هم شوکه شده بودم هم ترسیده بودم که این اتفاق، این صحنه اصلا چجوری برای من داره اتفاق میفته، من تو چیز تجربه ندارم. هیچ کاری به ذهنم نمیرسید که زنگ زدم به پلیس گفتم این تو اتفاقی افتاده. پلیس هم اومد اینجا، اولین نفری که گرفت خود منو گرفت، فقط یه اجازه تماس من دادن که بعد از 3 روز تونستم با کشیش این کلیسایی که تو این شهر هست ارتباط بگیرم. بسیج شد کلیسا برام دنبال این کار، برام رفتن تو دعا کلیسای اینجا، کلیسای قیبرس، کلیسای جای دیگه که از دور میشنیدم که برام در دعا هستن. این قضیه اتفاق افتاد، اون دوستمون که این کار رو انجام داده بود، یعنی همون پسردایی این شخص، با همون شخص چند روز قبل این اتفاق رفته بودن توی آرایشگاه، موهاشون رو رنگ کرده بودن و کلن آرایش صورتشون رو عوض کرده بودن که اینا میخواستن برن کشوری دیگه که قیافهشون به قیافه یک ایرانی نخوره. اون آرایشگری هم که اونجا بود عکس هیچ کسی رو نمیگیره، کلن عکس نمیگیره از سر کسی، ولی اتفاقی از این دو نفر عکس گرفته بود. عکس این شخص رو وقتی دادن به پلیس، شب کسی که این کار کرده بود میخواست از مرز ترکیه به سمت یونان با قایق برن که وقتی هوا خراب میشه اینا تصمیم میگیرن که برای فردا شبش برن. فردا شبش کلا اونجا پلیس ها کمین میکنن، حالا طبق عکسی که بوده این شخص رو میگیرن، یک روز اعتراف نمیکنه، روز بعدش اعتراف میکنه که من این کار کردم. بعدش بعد 5 روز که من داخل زندان بودم به من گفتن که این شخص رو گرفتیم، اعتراف کرده، شما آزادی که به حالت روی روانی درست حسابی نداشتم، ولی ایمان داشتم که خدا نجات میده منو، که نجاتم داد. وضعیت روحی که درست نداشتم و خدا رو شکر خیلی بهتر شدم. کلیسا برام دعا کرد، این باعث شد که ایمان من از اون 99% به 100% تبدیل بشه. یعنی این کارم خدا توی زندگی من انجام داد، علاوه بر شفایی که در ایمانم گرفتم. ایمان من از روی وعده و وعید نبود، من شفا گرفتم از خداوند. این یه چیز خیلی کوچیکی نیست، چون شاید شما بقیه چیزها رو بتونی فراموش کنی، ولی شفایی که تو وجودت باشه، توی بدنت باشه، رو نمیتونی فراموش کنی. این هم باعث تقویت ایمان من میشد، هم باعث شده بود که من بفهمم ارتباط دارم با خدایی که با من در ارتباط، احتیاجی ندارم کسی باشه این وسط ما بینمون که من بخوام به اون طرف بگم برای ایمانم. من وقتی تو زندان بودم یه دو تا آیه بود که به ذهنم میرسید، اونم از روی اون تحتایی که روی پام زده بودم، از این طریق تونستم اینا رو یاد بیارم، چون روی پام به زبان انگلیسی نوشته بودم. رومیان 8:28 و آیه 29 که میگفت که زیرا من یقین دارم که هیچ قدرتی هم از فرشتگان، رئیس رؤسا، هیچ کسی، هیچ چیزی نمیتونه منو از محبتی که در خداوند عیسی مسیح جدا کنه.